8 مارس روز جهانی زن است. چالش‌ها و موفقیت زنان ایران در سالی که گذشت موضوع برنامه امروز ماست. سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایده آخر هفته. خسته شدم، انگار باید عمل کرد، شعار بس است. اعظم جنگ‌روی این را در توییترش نوشت و حجاب را برداشت و به خیابان رفت و روی یک سکو ایستاد. او میگوید این کارش به هیچ سازمان یا گروهی در داخل یا خارج ایران ربطی نداشته و این کار را برای مقابله با حجاب اجباری انجام داده. با او برخورد قضایی شد و کشور را ترک کرد. داستان برخورد با فعالان حوزه زنان مسئله تازه‌ای نیست. در دوره‌ای فعالان حقوق زنان حتی بحث حجاب انتخابی را به عنوان موضوع اصلی طرح نمی‌کردند، اما همچنان برخوردها با آنها جدی بود. در سالی که گذشت زنان نه تنها در حوزه تلاش‌های مدنی برای حقوق خودشان که در حوزه‌های دیگر سیاسی و اجتماعی هم حضور قابل توجهی داشتند. از زمانی که کمپین‌های مبارزه با حجاب اجباری به ابتکار مسیح علی‌نژاد در فضای مجازی پا گرفت، میلیون‌ها نفر صفحات مربوط به آنها را دنبال کردند. آیا حجاب مسئله اصلی زنان ایران بوده که در این سالها مقفول مانده؟ تا چه حد مسئله حجاب می‌تواند و باید دستاویزی برای مقابله با حکومت ایران قرار بگیرد؟ در مجموع مهمترین مسائل زنان ایران در سالی که گذشت چه بود و زنان تا چه حد در سایر جنبش‌های مدنی در کشور نقش داشتند؟ برای صحبت بیشتر در این باره دو مهمان دعوت کردیم. محبوبه عباس‌خلیل‌زاده فعال حقوق زنان از نیویورک با ماست و نعیمه دوستدار خبرنگار حوزه زنان از مالمو در سوئد. اما بحث رو قبل از صحبت با مهمانان با اعظم جنگ‌روی از دختران خیابان انقلاب آغاز می‌کنیم که یکی از چهره‌های مشهور مبارزه با حجاب اجباری در ایران هست. خانم جنگ‌روی خیلی خوش آمدید به این برنامه. من می‌خوام داستان رو از زبان خودتون بشنوم. اول به ما بگید که اصلاً چه شد تصمیم به این کار گرفتید، با چه انگیزه‌ای و چگونه؟ سلام خدمت شما. خب زنان به خاطر محدودیت‌های فراوان، اجحاف حقوق اولیه خودشون و نبود فضای مناسب برای پرورش و امنیت روانی و آلوده بودن جامعه همواره مورد تبعیض قرار گرفتن. خب همه اینها ریشه در قانون اساسی ایران داره. خب من به عنوان یه زن عادی همیشه به خاطر این نابرابری ها و تبعیض ها تحت فشار بودم. مثلا اگه یه مثال ساده از زندگی خودم بزنم، پروسه طلاق من 4.5 سال طول کشید. با اینکه من تمام حقوق مالی خودم رو بخشیده بودم و اون فرد 4 سال نزدیک 3-4 سال ما رو رها کرده بود، بازم 4.5 سال طول کشید تا من بتونم طلاق بگیرم. خب از اون برم حجاب یکی از مهمترین نمادهای مبارزه با این تبعیض هاست. انتخاب پوشش یکی از بدیهی ترین و طبیعی ترین حقوق اولیه زنانه. خب همه اینها، همه این نابرابری ها، همه این تبعیض ها و تجربه شخصی خودم و مطالعاتی که داشتم و محیطی که کار می کردم و مهمتر از همه با مسائلی که روبرو شدم باعث شد یه حس مبارزه‌ای در من به وجود بیاد. این حس مبارزه وقتی که رفتم روی سکوی انقلاب خودشو نشون داد. خب من فقط به خاطر حجاب اجباری نرفتم اون بالا، برای کلیه قوانین و مقرراتی که بر علیه ما زنا بود، برای نشون دادن این تبعیض ها و این مبارزات، برای اینکه دوست نداشتم دختر من در جامعه‌ای مثل من متوجه. خواهیم جنگ‌روی ممکنه یه مقدار بیشتر در مورد اون موقعیت توضیح بدیم. وقتی که با شما برخورد شد، اصلا بعد از اینکه رفتی روی سکو چه اتفاقی افتاد؟ برخورد انتظامی و قضایی چطور بود و چطور اصلا آغاز شد؟ خب وقتی که من رفتم اون بالا مردم خیلی شگفت زده شده بودن. براشون شگفت انگیز بود این کار من. اکثرا فقط تماشاچی بودن و فقط نگاه می‌کردن. یه فردی منو پایین کشید که خب انگشت من اون موقع در رفت و برخورد حکومت با من خیلی وحشتناک بود. خب من درگیر 2 تا پرونده شدم. بجز پرونده دختران انقلابم، حکومت به زندگی شخصی من ورود پیدا کرد، نقطه ضعفای منو پیدا کرد. من خب به خاطر دادگاه دختران انقلابم به 3 سال زندان محکوم شدم، ولی
یک ساعت بعد توی دادگاه دیگه، توی یه جای دیگه پرونده طلاق من باز شد. طلاقی که من 2.5 سال پیش گرفته بودم. یعنی پرونده بسته شده رو بازگشایی کرد. بله بله، 2.5 سال پیش گرفته بودم و طلاق من قانونی ثبت شده بود تو شناسنامه، ثبت شده. مهمتر از همه صیغه طلاق خونده شده، یعنی من تو این 2 سال میتونستم حتی ازدواج کنم. و یه پرونده‌ای که من از طریق اون طلاق گرفته بودم، پرونده نفقه‌مو گم کرده بودن و بعداً فهمیدیم که اینا همه بازی‌های حکومتی بود با استفاده از اون پرونده و خودشون تو حکم اینو آوردن. علل خصوص دادنامه فلان، اون دادنامه چیه؟ حکم دختران انقلاب منه. صحیح. با استفاده از می‌کنید اگر که این کارو نکرده بودید این اتفاقا نمی‌افتاد؟ آیا فکر می‌کنید که ارزشش رو داشت؟ به هر حال شما الان دچار مشکلات زیادی شدید، مجبور شدید کشور ترک کنید. آیا ارزشش رو داشت کاری که کردید؟ خب من وقتی میخواستم این کار رو بکنم طبعاً به هزینه‌هاش فکر کرده بودم و میدونستم که با مشکلاتی روبرو هستم و قطعاً هم میدونستم دستگیر میشم. حتی میدونستم ممکنه 1 سال زندان برم یا 2 سال. خب نرگس هنوز آزاد نشده بود، دختر قبلی که رفته بود روی سکوی انقلاب. ولی برای من یه سری چیزا ارزش داشت. خب اگه بخوام تقسیم بندی کنم، یکیش این بودش که به اون انتخابی که کرده بودم وفادار بمونم و انجامش بدم. دومین ارزش این بود که با همه فشارها که به من وارد شد من ایستادم و راهمو ادامه دادم. سومیش که از همه مهمتره و از همه ارزشمندتره، به نظر من اگه خاطرتون باشه روزی که من رفتم بالای سکو اکثر مردم فقط نگاه میکردن و فقط نظاره‌گر بودن، ولی امروز ما شاهد این هستیم که وقتی یه دختر رو گشت ارشاد میگیره مردم میان و مبارزه میکنن و نمیذارن اونو ببره. پس معلوم شد که تابوها شکسته شد، مردم دیگه نمیترسن، مردم دیگه آگاه تر شدن و ما تونستیم یک گام به جلو بریم. خانم جنگ‌روی ممنونم از این که در این برنامه شرکت کردید و زندگی خودتون و داستان خودتون رو با مردم و ما در میون گذاشتید. اجازه بدید در مورد این موضوع بیشتر بحث بکنیم. خانم عباس‌قلی‌زاده و خانم دوستا، شما شنیدید صحبت‌های خانم جنگ‌روی رو. از شما شروع می‌کنم خانم عباس‌قلی‌زاده. به نظر شما مبارزه با حجاب اجباری در کجای دعوای زنان و جنبش زنان قرار می‌گیره؟ آیا در مرکز اون هست یا یک بحث حاشیه‌ای است؟ در مرکزش هست، ولی استراتژی‌های برخورد با اون فرق داره، به دلیل اینکه بحث حجاب یه بحث کاملا سیاسی در داخل ایران با هویت نظام جمهوری اسلامی در واقع گره خورده و همونطور که ما دیدیم که خانم جنگ‌روی هم گفتن و واقعا هم من بهشون تبریک میگم به خاطر این توانمندی و ایستادگی که داشتن و همه زنان ایشون رو و بقیه دختران انقلاب رو رهبران خودشون میدونن در این مسیر. من فکر میکنم که این با یک مسئله نمادینه در مورد آزادی زنان و در نتیجه به محض اینکه هر فشاری در بخش‌های مختلف در واقع زندگی از نظر طلاق یا سایر مقولاتی که مربوط میشه به تبعیض علیه زنان به سر زنها میاد، اون چیزی که اولین چیزی که باهاش مواجه میشن اون لباسی هست که به زور تنشون کردن و میخوان که به عنوان در واقع نماد آزادی این رو کنار بذارن. برای همین استراتژی صحبت کردن، اینی که چجوری همین دقیقاً بله. این که استراتژی وجود، یعنی به نظر میرسید در جنبش استراتژی زنان مسئله حجاب یه مسئله بود که در مرکز استراتژی مبارزه قرار نداشت، یا دست کم اینطوری گفته میشه. آیا شما موافق هستید با این گزاره یا نه؟ بله، ببینید در مرکز مسئله فمینیسم ایرانی مسئله آزادی و رهایی و یکی از اینها مسئله آزادی تن و آزادی تنانگیه. در اون مسیر اینکه چه جوری برسیم به این، با چه روشهایی، آیا با روشهای توانمندی آگاه سازی، آیا با روشهای در واقع اصلاحی، آیا با روشهای اینه که در مورد حقوق حرف بزنیم یا در مورد معیشت حرف بزنیم و آروم آروم برسیم، یا اینکه نه
صاف بریم در واقع شروع کنیم به عنوان یک موضوع سیاسی که گره خورده به هویت نظام، بخوایم یک برخورد سیاسی سفت و خشنی با قضیه موافقی. بکنیم اینکه ببینید روشی که تو این 40 سال جواب داد و منجر شد به اصلا دختران انقلاب به نظر من که نتیجه این 40 سال کار بی‌رویه زنان و تمام فرایندی که در سالهای قبلش بود هستش، کمان که خانم جنگ‌روی هم میگن که 4 سال پیش مسئله طلاق که براشون پیش اومد، اون آروم آروم و تمام تبعیض‌ها و بلاهای دیگه که سرشون اومد ایشون رو به این نتیجه رسون، ایشون رو به این در واقع جنبش فردی رسون. اینا همه نشون میده که در واقع این یک فرایند در واقع 40 سال است و با آگاه سازی، با اینکه زنان نسبت به شرایط خودشون آگاه بشن میره جلو. و من موافق با این هستم که با توجه به شرایط ایران و با توجه به موضوعات مختلفی که از نظر سیاسی ایران باش درگیره، مسائل معیشتی داره، تحریم داره، مسئله جنگ اقتصادی با آمریکا داره، تا جایی که زنان بتونن مسائل خودشون رو در حوزه در واقع جنبشی نگه دارن و گرش نزنن با مسئله براندازی نظام، با مسئله کانفلیکت‌ها و بحران‌هایی که در منطقه هست، با شام خوردن و دست دادن و عکس گرفتن با در واقع کسانی که رو در روی نظام جمهوری اسلامی هستن و سیاسی کردن اینها، به نظر من با اون روش باید رفت جلو. خانم دوستان نظر شما چیه؟ خانم عباس‌قاجی‌زاده توضیح دادن موضعشون. بله، من از همین بخش آخر صحبتشون شروع میکنم و فکر میکنم که این در واقع به نحوی در تناقض هست با اون چیزی که در ابتدای صحبتشون مطرح کردن. مسئله حجاب رو به هر حال این یه گفتمانیه که فکر میکنم که اغلب ما بر سرش توافق داریم، این و اون اینه که به هر حال مسئله حجاب یک مسئله سیاسی هست، برای اینکه عامرش و بنیانگذارش و ایجاد کنندهش حاکمیت جمهوری اسلامی هست و این حاکمیت تا الان از همه ابزارها به شکل قانونی رسمی و غیر رسمی برای اعمال این در واقع این نقض حقوق انسانی زنان اقدام کرده و از در واقع میشه گفت هیچ اقدامی فروگذار نکرده. برجسته ترین شکل برخوردش با زنان، یکی از برجسته ترین شکل برخوردش با زنان در طول 4 دهه مسئله حجاب و پوشش اجباری زنان بوده. اگر ما اینو میپذیریم که این موضوع یک موضوع سیاسی هست و معتقد هستیم که استراتژی های مختلفی وجود داره برای برخورد با این موضوع، خب پس باید معیارها و مصداق های دقیق تری برای این روش اصلاحات گام به گام و گام به گام خودمون پیدا بکنیم و نشون بدیم که آیا در طول 40 سال همونطور که به درستی اشاره کردن حاصل فعالیت های زنان ایران و فعالان جنبش زنان برای این مطرح کردن این مطالبه، آیا تونسته تغییری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به معنای تغییری در قوانین ایجاد بکنه یا نه؟ شما هم دوستار فکر میکنین نکرده؟ فعالان حقوق زنان میگن تلاش های ما در بخش های نتیجه داده، شما میگید این نتیجه را نداشت. نه، نتیجه نداده، برای اینکه مادامی که در همه فضاهای رسمی و حکومتی حجاب اجباری هست، وقتی که زنان برای ورود به مدارس، دانشگاه، برای ورود به ادارات و برای کارمند بودن، برای شاغل بودن مجبورن که حجاب داشته باشن و اونم بر اساس اون چیزی که جمهوری اسلامی تعریف کرده، این و مادامی که زنان در خیابان‌ها، در کوچه‌ها به خاطر نقض، در واقع به خاطر اینکه این قانون رو اونطوری که حکومت میپسنده رعایت نمی‌کنن، مورد خشونت فیزیکی، لسانی و به هر اقسام مختلف خشونت قرار می‌گیرن، این تغییر رخ نداده. فعالان حقوق زنان میگن مسئله فقط حجاب نبوده، همونطور که خانم عباس‌قاجی‌زاده الان توضیح دادن، میگن مسائل دیگری بوده که اونها سعی کردن با آگاه سازی جامعه در مورد اونها، به خصوص آگاه سازی زنان، گام هایی بردارن و میگن هم در این زمینه موفق بودن. اونچه که الان میبینیم نتیجه تلاش های سالیان اونهاست. شما میگید که این موفقیت
اونقدری که باید نبوده اینطور من نمیخوام اصلا تلاش های فعالان زنان در این چند دهه نادیده بگیرم. معتقدم که به هر حال این همه هزینه و سرکوبی که به هر حال فعالان جنبش زنان شدن و هزینه هایی که دادن اینها ناشی از یک عمل کرده بوده. اما اینکه یک ساختار توتالیتر و دیکتاتوری مثل حاکمیت جمهوری اسلامی چقدر تونسته در واقع پاسخ داده به این مطالبات، این محل بحث و مناقشه است. یعنی اگر ما مثلا رجوع بکنیم به کمپین 1,000,000 امضا به عنوان کمپینی که از اهداف اصلیش در واقع تغییر قوانین در ساختار جمهوری اسلامی بوده، ما بعد اینو مقایسه بکنیم با روندی که دولت‌های مختلف چه در زمان اصلاحات، چه در زمان احمدی نژاد و چه در دولت امید آقای روحانی عملکرد دولت رو، مجلس رو نگاه بکنیم در زمینه تغییر قوانین، می‌بینیم این نه تنها بهتر نشده بلکه در مواردی بدتر شده. و مثلا چند دهه، شاید مثلا نزدیک 2 دهه مبارزه و تلاش برای تغییر در قوانین مثلا و خشونت خانگی و مثلا همین تلاش‌هایی که تو دولت فعلی مجلس در واقع تلاش کرده برای اینکه کودک همسری رو و ازدواج زنان رو ممنوع بکنه، میبینیم که تلاش نتیجه نداده. درسته. اجازه بدید از خانم عباس قلی زاده جواب بشنویم. حتی قوانین بدتری تصویب شده. من میخواستم هم بگم خانم عباس قلی زاده میگن این همه تلاش کردید برای تغییر قوانین، جمهوری اسلامی تن نمیده، بهتر نیست که راهکارهای مگه تن داد به دختران؟ نه، من سوال بذارید بگم دقیق اون چیزی که به هر حال میشنویم دائم، این که خب شاید باید راهکار عوض شه، شاید اون استراتژی که صحبتشو میکنید باید عوض شه، شاید باید راه‌های رادیکالتری انتخاب بشه. خب شد دختران انقلاب، خانم جنگروی و بقیه دختران انقلاب راه‌های رادیکال رو به صورت پرفورمنس‌های فردی انتخاب کردن، ولی آیا ما میتونیم بگیم که این حرکت پشت سر خودش خیزش عمومی رو آورد بیرون؟ آیا همه دختران دیگه اومدن بیرون؟ آیا این نشد که این در واقع الان یکی یکی این دختران انقلاب توی شرایط دشواری هستن؟ آیا این نشد که وکیلشون نسرین ستوده 2 روز پیش احتمالاً به 37 تا 40 سال زندان باید محکوم بشه به خاطر حمایت از اینها؟ آیا این نشد که کسانی که در واقع کمپین دار حرکت‌های فضای مجازی بودن از این موضوع بنوانه و کسانی که حمایت سیاسی در خارج از کشور از مسئله حجاب کردن، این رو به عنوان یک موضوع استعماری علیه زنان و علیه در واقع مردم ایران دارن ازش استفاده میکنن، به عنوان اینکه ما نجات دهنده زنان ایرانی، ما میخوایم بیایم شما میتونید آزاد بشید، حجابتون رو بردارید و این شده معیار آزادی یا نه؟ آیا الان اگر از زن رو بپرسید بگید که آزادی و توانمندی زنان چیه، فکر میکنید که آیا اگر فقط بگه که با حجاب برداشتن من آزاد میشم این تمام آزادی زن است؟ خب البته خانم جنگروی توضیح دادن الان، قبلا هم گفتن که ایشون میگن من هیچ ربطی به این کمپین ها ندارم و من این کار رو شخصی انجام دادم، قبلا هم گفتن بارها، من برای این میخوام تاکید بکنم روش. ولی بحث دیگه این هست که فقط خانم دختران خیابان انقلاب نیستن، خانم عباس قلی زاده، به هر حال الان میلیون ها نفر روی فضای مجازی این صفحات رو دنبال میکنن، تعداد قابل توجهی برای این صفحات فیلم میفرستن از مقابله روزانه شون با امر به معروف و فکر میکنن که دارن یه کاری انجام میدن. بله، و کارشون قابل تقدیره و همه ما این خبرها رو شیر میکنیم، ولی آیا این که با روش هایی که در واقع فرد افراد به عهده گرفتن ما میتونیم به نتیجه برسیم بدون حمایت جامعه مدنی، بدون سازماندهی اینها و بدون حمایت از داخل، نه حمایت از خارج که خودش ریسک کار رو بسیار بالا میبره، نمیشه یک جنبش رو جلو برد. مسئله اصلی، نقد اصلی اینه که حجاب به شکلی که، یعنی من ایرادی که به لحاظ استراتژیک به در واقع مقاومت‌های فردی که در شبکه‌های اجتماعی نمود پیدا می‌کنه بدون ارتباطش با جامعه مدنی و سازماندهی دارم، اینه که اینها مثل حرکت دختران انقلاب در دراز مدت نمیتونن پایدار باشن و ریسک خود در واقع حتی کارهای روزمره زنان رو بالا میبره. کما اینکه سال گذشته که عده‌ای از فعالان جنبش زنان در 8 مارس رفتن برای اعتراض به مسائل معیشتی جلوی وزارت کار،
با تمام اینها برخورد شدید شد به هوای اینکه شماها الان میخواید بیاید حجابتون رو بردارید و شما جزء کمپین حجاب هستید. یعنی میخوام بگم حتی اون موضوعات اولیه‌ای که ما میتونستیم باهاش برخورد بکنیم به خاطر این ریسک بالا جلوش گرفته شد. ببینید ما تو باز برمیگردیم به نکته اولیه خانم عباس‌قلی زاده، بالاخره حجاب جزء مسائل اولیه هست یا نه؟ چون به نظر میاد برای مثلا کسانی مثل خانم دوستدار و کسانی که با این نگاه میان که انتخاب پوشش اولین حق هر فرد هست، حجاب جزء همون مسائل اولیه است که باید براش مبارزه کرد. ولی شما باز میگید که برای حقوق اولیه رفتن ببینید حجاب نماد اسارت زنه در جمهوری اسلامی ایران، نماد این هستش که جمهوری اسلامی داره ازش هویت میگیره. ولی آیا این که من در واقع نون شب داشته باشم و در واقع بتونم از شوهرم اگه میخوام طلاق بگیرم یا میتونم مادر باشم یا اینا حقوقی هستش که در واقع به نظر من حق مادر بودن و حق گرسنه نبودن اینا حقوق اولیه است. یعنی در واقع حقوق اولیه ما الان تو شرایطی هستیم در داخل ایران به خصوص در شرایط تحریم که بیسیک نید به اصطلاح یا حقوق ابتدایی و در واقع حقوق ثانویه ما که در واقع مشارکت سیاسی هست و در واقع مشارکت اجتماعی تحصیل کردن اشتغال اینها هست که مسائل اصلی ماست. حجاب نمادی هست یا پرچمی هست که باهاش در واقع این محدود میشه یا نمیشه؟ این اصلا با اینکه این اولی است ثانوی است فرق داره. خب اجازه بدید خانم دوستاب خواستن صحبت کنم، بفهمید. بله، من فکر می‌کنم اینجا اتفاقا باز هم یه محل دیگه است برای مناقشه. ما یا قبول داریم که حق پوشش و آزادی پوشش یک حق ابتدایی هست یا نه، یا قبول نداریم. و وقتی اینو قبول داریم باید این در واقع این نکته ها رو نباید نادیده بگیریم که مسئله حق پوشش و پوشش و حجاب اجباری، پوشش اجباری نه، حجاب اجباری در ارتباط هست با نقض سایر حقوق زنان در جامعه مثل ایران. یعنی این موضوع یک موضوع طبقاتیه. مسئله این نیست که در جامعه ایران زن کارگر مجبور حجاب داشته باشه یا نداشته باشه ولی مثلا زن تحصیل کرده نه. مسئله اینه که همین حجاب اجباری بسیاری از زنان رو داره از حقوق دیگرشون هم در زمینه اشتغال، در زمینه تحصیل محروم میکنه و برای اونها رو در معرض تبعیض‌های مختلف قرار میده. به خصوص اگه ما مثلا نگاه بکنیم به زنان سکولار، حجاب اجباری باعث میشه که اونها اگر که معتقد نیستن به حجاب هیچ وقت زمینه رشد و پیشرفت رو در سطح اشتغال، در تحصیل، در مشارکت‌های سیاسی، در مشاغل بالای سیاسی اصلا امکان پیدا کردنش رو نخواهند داشت. اما کسانی هستن در جامعه ایران که میگن من اصلا برام الان مهم نیست که این حجاب رو سرم باشه یا نه، ولی میخوام حضانت بچه‌م رو داشته باشم. مثلا مسائلی که در دادگاه خانواده میگذره برای اونا به نظرشون اولویت میاد. مسائل دیگه‌ای که در جامعه مطرح هست، حقوق اولیه خانوادگی، دیه، ارث، مسائل مختلف، میگن اینها مهمتر هست. پاسخ شما به اونها چیه؟ خب ببینید، اینجا اولا که معمولا این نکته تکرار میشه، مسئله اولویت بندی در مسائل زنانه. خب بله، اگر کسی معتقد هست، کسانی هستن معتقدن که اولویت های دیگه وجود داره در زمینه های حقوقی، اشتغال، نمیدونم دیگه مسائل از این دست، و فعالانی وجود دارن، جنبش بخشی از جنبش زنان معتقد هست که اینها رو باید در واقع پیگیر بکنه به شکل مستمر، خب فکر نمی کنم که به جز بخش در واقع خود حاکمیت جمهوری اسلامی که سرکوبگره و جلوی این مبارزات رو میگیره کس دیگری مخالف باشه. یعنی فعالان کمپین های ضد حجاب اجباری نه این رو معطل کردن به اینکه مثلا کمپین های دیگه به نتیجه برسه، نه معتقدن که باید اول ما به نتیجه برسیم و بعد سراغ کمپین های دیگه بریم. یعنی این مسئله ایه که من فکر می‌کنم یه مقداری ناشی از کمکاری و شکست سایر هسته های جنبش زنان هست. یعنی اگر هسته های دیگه جنبش زنان به اون اندازه اهمیت ندادن به این بخش ها یا نتونستن، من نمیگم صرفا اهمیت ندادن، یا نتونستن اون بخش ها رو پررنگ بکنن، دنبال بکنن، خب این در واقع ایرادی بر کمپین های ضد حجاب اجباری نیست. بعد من میخواستم یک نکته دیگه ایرم که تو حرفای خانم عباس‌قلی‌زاده بود در موردش صحبت بکنم، اونم مسئله
هزینه دادنه و این بالا رفتن هزینه در واقع کسانی که شرکت میکنن توی کمپین های اینجوری. ببینید، اولا که ما نباید فراموش بکنیم که تاریخ سرکوب زنان در جمهوری اسلامی با کمپین های ضد حجاب شروع نشده و مثلا حتی در دهه های گذشته، در دهه 80 ما با یک سرکوب بسیار عظیم و گسترده فعالان حقوق زنان مواجه بودیم. اغلبشون به زندان رفتن، حکم گرفتن، مجبور به ترک کشور شدن و الی آخر. و این در واقع اون موقع اصلا مطالبه رادیکالی مثلا مبارزه با حجاب اجباری اصلا مطرح نشده بود به این شکل که ما میگیم الان هزینه بالا رفته. و در این حال همزمان خب ما داریم در جامعه مدنی ایران رو زیر ضرب و فشار سرکوب جمهوری اسلامی میبینیم، فارغ از این که دارن برای حجاب اجباری فعالیت میکنن یا نه. ما فعالانی رو در طول سال گذشته، فعالان حقوق زنان رو داشتیم که سرکوب شدن، زندانی شدن، با وثیقه آزاد شدن، در حالی که مطالبه شون حجاب اجباری که نبود هیچ، بلکه داشتن در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی برای آگاه کردن زنان نسبت به حقوقشون در حوزه ازدواج و طلاق و اینها فعالیت میکردن. ما همزمان اصلا فارغ از مسئله زنان داریم میبینیم که گفتمان ها و گروه هایی که اصلا دنبال براندازی نیستن، مثل مثلا مبارزات صنفی معلمان یا کارگران که کاملا جنبه معیشتی دارن، جنبه صنفی دارن، اینها زیر ضربن بدون اینکه اصلا تعلقی به گفتمان برانداز باشه. حالا راجع به این هم صحبت میکنیم، به خصوص که زنان هم نقش پررنگی در همون جنبش های دیگر، هم کارگری هم معلمان دارن، راجبش حرف خواهیم زد. خانم عباس خالی زاده بفرمایید. ببینید، در مورد این که این جنبش رادیکال هست و ما فرمای مختلف داریم، بله، ما اصلا تو جنبش زنان به خصوص الانی که در واقع داریم تقریبا از موج دوم وارد موج سوم جنبش زنان در داخل ایران میشیم، بحث اصلا این نیستش که مثلا حجاب در واقع مبارزه علیه حجاب اجباری نباشه یا مثلا در مورد معیشت کار نشه یا اتنیکا نخوان که در مورد حقوقشون حرف بزنن و غیره. همه باید با هم کار و همه در حوزه های مختلف باید کار بکنن. موضوع وقتی ما در مورد استراتژی حرف میزنیم، موضوع عمومیت دادن و در واقع رهبری کردن و هدایت جریان هست. ما موقعی که داریم در مورد حرکت رادیکال مبارزه علیه حجاب حرف میزنیم، در واقع داریم در مورد حرکت‌های نقطه‌ای و فردی زنان در داخل ایران حرف میزنیم، یعنی مقاومت‌های فردی، همبستگیش با در واقع سوشال میدیا، با شبکه‌های اجتماعی و در رابطه با افرادی که سلبریتی‌هایی که در بیرون از کشور دارن این در واقع شبکه‌های اجتماعی رو اداره می‌کنن و خودشون رو صدا و در واقع قصه زنده زنان داخل ایران می‌دونن. وقتی با این مواجهیم، اونجای اشتباه کار هست. همه اینها درسته و قابل تقدیره و ما تا به حال هم از همه اینها، تا زمانی که این ترکیب نشده بود با مسئله براندازی به صورت رسمی، حمایت کردیم. موضوع اونجایی هستش که این حرکت رادیکال حجاب گره میخوره با مسئله براندازی کسانی که در بیرون از کشور مسئولیت این شبکه‌های اجتماعی رو به عهده دارن. وقتی ما مسئولیم، نقد من خانم دوستدار به اینه، وقتی ما مسئول هستیم و رهبریت و یا نمایندگی یک حرکت رو به عهده داریم، مسئولیت داریم. یعنی ما باید هر روز حساب کنیم که اگه من داخل ایران بودم میتونستم وایسم جلوی این ریسک، که الانی که اینجا هستم در تمام مدت مشغول لابی باشم با کشورهای مختلف، مشغول دست دادن باشم با وزیر خارجه هایی که در مقابل در واقع دولت ایران هر روز دارن خط و نشون میکشن و این رو به عنوان یک مسئله درجه یک برای مبارزه مدنی اپوزیسیون در خارج از کشور قرار بدم. اینجاست مسئله ما. مسئله ما این نیستش که این چرا در واقع نیست. رادیکال خیلی هم خوبه که باشه، ولی در داخل نه در خارج. بفهمید خانم دوست. ببینید، چند تا نکته اینجا مختلف مطرح شد. اولا که اشاره داره میشه به کمپین خاصی و به احتمال خیلی زیاد خانم علی نژاد. من اینجا در مقام اینکه بخوام از ایشون دفاع بکنم یا اینکه از کمپینشون دفاع بکنم نیستم. من از عقاید خودم دفاع میکنم در درجه اول.
اما اینکه گفته میشه که ببینید به هر حال گفتمان براندازی یک گفتمانیه که الان وجود داره و همواره وجود داشته، 4 دهه وجود داشته، منتها به دلایل مختلف شاید در دهه‌های گذشته امکان مطرح شدن به این شکلی که امروز وجود داره نداشته و این گفتمان در بین برخی از زنان ایرانی هم طرفدار داره. ما که نمیتونیم منکر این بشیم و نمیتونیم صرفا اینو در واقع یه جوری عملیات زنان و نقششون و تصمیم گیریشون رو زیر سوال ببریم و فکر بکنیم که اینها صرفا کسانی هستن که تحت تاثیر جریاناتی یا القاعاتی دارن در واقع دست به یک مبارزه رادیکال میزنن. بسیاری از این زنان زنانی هستن که خودشون با هزینه و فایده در واقع با سنجش شرایط دست به مبارزه زدن و در مورد این موضوع واکنش نشون دادن. اگر همه زنان توی خیابان رو هم نادیده بگیریم، دست کم نسرین ستوده رو که نمیتونیم در واقع متهم بکنیم که بدون در نظر گرفتن هزینه هایی که میتونه وارد شدن به پرونده دختران خیابان انقلاب براش ایجاد بکنه دست به این عمل بزنه. بس من فکر می‌کنم یه بخشی یه کاری که باید نباید بکنیم اینه که نباید نقش و عملیات و تنوع زنانی که در واقع دارن تو این جنبش ها شرکت میکنن رو در نادیده بگیریم، برای اینکه بخش از این زنان واقعا ممکنه معتقد به گفتمان براندازی باشن. و بعد اگر که میبینیم که این گفتمان نسبت به گفتمان های دیگه الان یک زمینه بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده، خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش اینه که سایر گفتمان ها، مثلا گفتمان اصلاح طلبان، مثلا گفتمان مثلا فمینیست هایی که در داخل ایران معتقد هستن که مثلا از طریق لابه‌گری و چانه زنی میخوان فعالیت بکنن، این گفتمان ها به دلیل محافظه کاری یا به دلیل سرکوب، به دلایل مختلف زمینه و فرصت بروز و ظهور رو به اندازه گفتمان براندازی ندارن. برای اینکه اینها حد اون کسی که معتقد به گفتمان براندازی لابد از این در واقع مرحله گذشته که و حاضره که هزینه های بیشتری برای گفتمان خودش بپردازه و خب در نتیجه این خیلی طبیعیه که کسانی که توی همچین گفتمانی فعال هستن حضور رسانه‌ای بیشتری داشته باشن، افراد بیشتری رو جلب بکنن و شبکه‌های اجتماعی هم خب به اینها توجه بیشتری نشون میده و نمیشه انکار کرد که الان شبکه‌های اجتماعی دارن در واقع دست بالا رو دارن در بسیاری از گفتمان سازی‌ها. میخوام بگم با در نظر گرفتن تمام این شرایطه که ما باید در واقع مبارزه زنان با حجاب اجباری رو بررسی بکنیم. اما یه نکته که من حتما باید اینم آخرش بگم در مورد این چیزیه که به عنوان مداخله سایر کشورها یا اعمال فشار از سوی کشورهای دیگه مطرح میشه، ما باید در واقع اینجا که در مورد این موضوع که حرف میزنیم حتما مصداقی و با اشاره مستقیم به موضوع باشه. الان ما بر کجا جمهوری اسلامی بر اساس به خاطر نقض حقوق حق پوشش، حق انتخاب پوشش مورد فشار قرار گرفته؟ از جانب کدوم کشور؟ من تا جایی که یادم میاد که به طور مستقیم از این لحاظ تحت فشار قرار نگرفته، مگر نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین الملل و اینها که مثلا یا گزارشگر ویژه سازمان ملل که به این موضوع به عنوان یک نقض حقوق انسانی اشاره کردن و بهش پرداختن. و در این حال ما همین چند روز پیش خانم لیا جنیدی رو داشتیم به عنوان معاون حقوقی دولت آقای روحانی که ایشون اومدن و در کنفرانس حقوق بشر در ژنو سخنرانی کردن با عنوان همگرایی و با عنوان اینکه چطور باید کشورها همه جانبه گرایی داشته باشن در مورد نه همه مسائل حقوقی از جمله نقض حقوق بشر، و اشاره کردن که باید به سازوکارهای بین المللی و عرفهای بین المللی احترام گذاشت و کشورهای دیگه میتونن بر مبنای به هر حال این توافقات و قطعنامه ها و کنوانسیون هایی که وجود داره اعمال فشار بکنن. یعنی اصلا نفس پذیرش سازمان ملل و شورای حقوق بشر به این معنا هست که ما این شورای حقوق بشر که یک چیز مجازی نیست، این از یه سری کشور تشکیل شده و اینها اعمال نظر میکنن، پیشنهاد میدن و کشور دیگه رو محکوم میکنن، و در این حال ما با یک ساختار توتالیتر و یک حکومت دیکتاتوری مواجه هستیم که به خودی خود دست بر نمیداره و نیاز هست که اعمال فشار بین المللی بر موارد نقض حقوق بشر در ایران وجود داشته باشه، کما اینکه جمهوری اسلامی خودش از این حق استفاده میکنه و مثلا به نقض حقوق بشر در سایر کشورها انتقاد میکنه، اعتراض میکنه و این حق رو برای خودش محفوظ میدونه. خب عباس قلی زاده اشاره کردن خانم دوستار، چه اشکالی داره اصلا افراد
دنبال بحث براندازی باشن از طریق حجاب. به هر حال گفتمان براندازی الان گفتمانی هست که طرفدارانی داره برای خودش. چه اشکالی داره که یکی از بحث هایی که اونا مطرح میکنن بحث زنان و حجاب باشه؟ موقعی که در واقع وزارت خارجه امریکا قویاً و هر روز داره در مورد وضعیت زنان در ایران حرف میزنه، یعنی به اصطلاح فمینیسم حکومتی وزارت خارجه به سبک خودش را انداخته و در واقع داره روی این قضیه برنامه ریزی میکنه، ما از کجا میدونیم؟ بذاریم سب کنیم ببینیم در آینده چی میشه. یک. دوماً اونجایی بحث براندازی، ببینید گفتمان براندازی و اینکه چند درصد مردم میخوان که رژیم عوض بشه، این که این رژیم رو از داخل عوض بکنن یه چیزه، اینی که از بیرون میخواد عوض بشه یه چیز دیگه است. براندازی یعنی این که از بیرون کسی بیاد و بر بیاندازه، این به معنی در واقع تغییر سرنوشت مردم در داخل توسط خودشون نیست. این یک مسئله. دوم، فرض بکنیم که مردم بحث فعالیت زنان در داخل ایران در جنبه های مختلف الان شاهدش هستیم. در خیلی از ببینید اصلا ما بله بفهم. ببینید ما اصلا بیاییم اینو مگه ما اون موقع که در واقع گروه میدان زنان در داخل ایران بودیم و بحث مبارزه با بنیادگرایی به عنوان یکی از موضوعات اصلیمون بود، مگه ما بحث کلیت نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار نداده بودیم؟ ولی بحث سر این هستش که در واقع ما چجوری با چه شیوه این کار رو میخواییم بکنیم. مسئله مشارکت سیاسی زنان یکی از موضوعات اصلیه، یعنی که وقتی ما وارد یک حوزه اینجوری میشیم که جامعه داره در مورد تغییر رژیم حرف میزنه یا در مورد کلن یک بحرانهای در واقع شدیدی که توی جامعه هست، اتفاقا اینجا شرایطی که جنبش زنان باید حواسش جمع باشه که بدونه چجوری به لحاظ سیاسی حرکت بکنه که در واقع عامل و در واقع تو چهارچوب گروه های در واقع مختلفی که در حال جنگ و تنازع با هم هستن قرار نگیره. متوجه. که بتونه منافع زنان رو حفظ بکنه. خانم عباس‌خالی‌زاده، شما راجع به توانمندی صحبت کردید. آیا فکر میکنید تلاش های نزدیک دو دهه که خود شما هم از نزدیک فعال بودید در جنبش زنان اونقدر نتیجه داشته که الان مثلا شاهد حضور زنان در جنبش های مختلف اجتماعی باشیم؟ من نمیخوام، در واقع میخوام این رو توش تاکید بکنم که شواهدی داریم در سال گذشته که زنان فقط در جنبش زنان نه، در جنبش های دانشجویی، جنبش کارگری، جنبش معلمان در نقش رهبر و جلودار عمل کردن و بودند. ولی فکر میکنید آیا این نتیجه تلاش جنبش زنان ظرف دو دهه گذشته بوده یا نه؟ یک، این آگاهی از جای دیگه، از سوشال مدیا، از فضای مجازی اومده. خب همون هم جنبش زنانه، یعنی که هر جایی که زنان دارن جنبش، ما داریم در مورد جنبش صحبت میکنیم. جنبش اجتماعی با حزب فرق داره، یعنی که هر جایی که زنان شروع میکنن در مورد خودشون حرف زدن و در واقع تو همون شبکه های اجتماعی زندگی روزانه خودشون رو بیان کردن، کارآفرینی کردن، روپای خودشون وایسادن، اعتراض به حق خودشون کردن، این خودش یک فرایندی از جنبشه. و جنبشی نیستش که مثلا دو سه نفر آدم با هم بشینن برنامه‌ریزی بکنن بگن روز این کار کنیم فردا اون کارو. الان حتی مسئله مبارزه با حجاب اجباری هم جنبشه. اون چیزی که وجود داره، ماها آدمهایی هستیم از فعالان جنبش که میایم میگیم هی اینجا خطره، اگه میخوایم مسئله مبارزه با حجاب و با مسئله براندازی از خارج یا اگر داخله به چه نحوی ما میخوایم این کارو بیایم حرف بزنیم سرش. برای اینکه اینها نشون داده که در انقلاب 57 نشون داد که همبستگی زنان بدون اینکه بخوان چونه زنی کنن با گروه های در واقع سیاسی مختلف به ضرر زنان تموم میشه، برای اینکه همیشه زنان مورد سوء استفاده قرار گرفتن در مسائل مشارکت سیاسی. و اینا بحثی هست که ما نمی کنیم. بله. اینا بحث رهبری هست. قبلا خانم عباس‌خالی‌زاده در جاهای دیگه هم بهش اشاره کردن، نگران این هستن که رهبری درستی نداشته باشه این فعالیت هایی که داره انجام میشه، به خصوص در حوزه فضای مجازی، و به خصوص نگران پوپولیسم هستن. من اشاره می‌کنم به صحبت‌ها و مصاحبه‌های دیگه‌ای که شما کردین خانم عباس‌خالی‌زاده. شما چی فکر می‌کنین خانم دوستا در این زمینه؟ ما این یک واقعیتی که هست اینه که به دلیل تغییرات فراوان اجتماعی
تکنولوژیکی شیوه های سازماندهی الان تغییر کرده. این واقعیتی که ما نمیتونیم انکار بکنیم و بسیاری از در واقع جنبش ها خودشون رو دارن تو شبکه های اجتماعی پیش میبرن، رهبریش داره از طریق سوشال مدیا اتفاق میفته و این در واقع یک تغییر ناگزیره. اما در عین حال هستن گروه های و جنبش های مدنی که همچنان فکر میکنن که در واقع روش های سنتی تر جواب میده، یعنی اون رهبری و مدیریت از بالا و کنترل و داشتن کنترل بیشتر روی در واقع کسایی که میپیوندن به جنبش های اجتماعی و اینها. خب این مسئله من فکر میکنم که یه جوری نادیده گرفتن و نپذیرفتن واقعیت های موجوده. ممکنه که به روش های پوپولیستی، اون چیزی که خانم عباس قلی زاده بهش اشاره میکنن، انتقادایی وارد باشه و یا بشه این روش ها رو به شکل های بهتری به کار گرفت، اما نمیشه در واقع پوپولیسم رو، نقشش رو اگر بپذیریم، حالا که اصلا این وجود داره به اون معنی که مورد نظر خانم عباس قلی زاده هست، نمیتونیم نقشش رو در سازماندهی و در جمع کردن در واقع و در شکل دادن افکار عمومی و پیوستنش به جنبش های اجتماعی و به ویژه مسئله حجاب اجباری انکار بکنیم. این نقشیه که وجود داره، اما اینکه ما نتونیم خودمون رو آپدیت بکنیم، ما نتونیم به در واقع به این سیل و به این موج به پیوندی، ارتباط رو در رو و مستقیمی که الان این سوشال مدیا امکانش رو ایجاد کرده برای در واقع مردم که خودشون رهبری رو به عهده بگیرن و خودشون عامل تغییر بشن. بارها خانم عباس قلی زاده تو همین گفتگو اشاره کردن که حرکت دختران خیابان انقلاب، مثلا خانم جنگروی، حرکت یک کنش فردی بوده. خب این اگر من که 100% معتقد نیستم که این کنش‌ها کاملا فردی هستن، معتقدم که به هر حال از یک جریان اجتماعی نشأت میگیرن، ولی اگه فرض هم بکنیم که کاملا فردی هستن، این نشون میده که الان هر زنی به صرف اینکه آگاهی پیدا میکنه به نقض حقوق خودش، میتونه در واقع رهبری بخشی از این جنبش رو، بخشی از این اعتراض رو بگیره. و در واقع من فکر میکنم ما لازم داریم که استراتژی هامون رو تغییر بدیم و شیوه های سازماندهیمون رو و شیوه های اعتراضمون رو هماهنگ بکنیم با اون چیزی که در واقع جامعه داره با سرعت به سمتش میره. خانم عباس قلی زاده، پاسخ شما رو هم بشنویم و بحث رو ببندیم. شما بفرمایید که کدوم یکی از جنبش های نه فقط ایران، جنبش هایی که در خارج از ایران بوده، مثلا جنبش وال استریت بوده، ترکیه، میدان تقسیم بوده، جنبش های از این دست که سوشال میدیا توش قدرت خیلی زیادی داشته، تونسته به ثمر برسه. ببینید ما انقلاب مصر، آپدیت انقلاب مصر به ثمر رسید، حالا نتیجه چی انقلاب... شد بودن. بله ولی اونم به دلیل همین بله ولی اونم به دلیل همین که اون بخواد نه، اون فقط مسئله سوشال میدیا نبود، اون در واقع با سوشال میدیا شروع شد، ولی احزاب قوی داشت که تونستن در واقع کارو در فرانسه بگن. به نتیجه رسید یعنی بخشی از بله اونم به خاطر اینکه نهاد داشت. بله به خاطر اینکه سرعت سوشال میدیا به همراه سرعت در واقع اون نهادهایی که در کف خیابون هستن و در فضای واقعی هستن همزمانه. ولی وقتی که ما نهاد اجتماعی واقعی نداشته باشیم ولی صورتهای مجازی داشته باشیم که به طور روزمره و هر ساعت به سرعت دارن حرکت میکنن، هندل کردن در واقع مثل سرعت ماشینی میمونه که انقدر ترمزش زیاده که در واقع به جای اینکه بخواد به مقصد برسه یه جای پیش میخوره، از هدف خارج میشه. مسئله این نیستش که ما داریم با روش‌های قدیمی میریم جلو، اصلا مسئله این نیست. ما در واقع جنبش زنان اتفاقا اولین سوشال میدیاها و وبسایت‌ها و در واقع فضاهای در واقع مجازی رو راه انداخته و خیلی هم در واقع اعتقاد داره به اینکه باید با این مسیر بره جلو. ولی مسئله اینه که اتفاقا جلوش رو میخواد ببینه، نمیخواد که سواره ماشینی بشه که این با یه سرعت خیلی زیادی بره بخوره به دیوار. و بحث سر همینه. من بازم میگم بحث من سر رهبری، کدوم تجربه نشون داده که، یعنی من میخوام بگم که البته خیلی سخته، ما باید واقعا در موردش حرف بزنیم و جایی بحث داره، ولی و اینم خیلی انتظاری ما بیایم بگیم که رهبری از طریق جنبش های در واقع سوشال میدیا چی جوریه، ولی اینی که هست لاغت گوشتون رو در واقع تسامح داشته باشید، باز کنید، بیاید صحبت کنید، بیاید وارد میزگردهای مثل اینجوری بشید و بیاید بگید که ما چی کار باید بکنیم در سوشال میدیا که در واقع ماشین انقدر با سرعت نره که بخوره به دیوار.
ممنونم خانم عباس. اینها بحثایی هستش که در مسئله لیدرشپ مطرحه. محدود هست و خیلی ممنونم از شما. خیلی متشکرم از شما خانم دوستدار برای اینکه در این بحث شرکت کردید و بحث رو در چارچوب خودش نگه داشتید. ممنونم. در مجموعه صحبت‌هایی که شنیدیم هم بحث تحریم و تأثیر اون بر جامعه ایران مطرح شد. بسیاری از مقام‌های ایران تحریم رو به جنگ اقتصادی تشبیه کردن. همین چند روز پیش باز هم حسن روحانی درباره این جنگ صحبت کرد. خانم هایده مقیسی درباره تأثیر جنگ بر زنان تحقیقات کردند. از او خواستیم که در این برنامه درباره تأثیر احتمالی تحریم بر وضعیت زنان با ما گفتگو کنند. هایده مقیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه یورک هستند از تورنتو با ما. خیلی خوش آمدید خانم مقیسی. نمیدونم شما چقدر از این بحث رو شنیدید. همین همواره بحث تحریم بحثی است که در این سالها بحث اصلی بوده در هر چی که در مورد جامعه ایران در موردش حرف میزنیم. من میدونم که شما به هر حال تحقیقاتی کردید، تحقیقات گسترده دیگه‌ای هم کسانی دیگه‌ای کردن در مورد تاثیر جنگ بر موقعیت زنان در یک جامعه. ممکن شما اول به ما بگید که تاثیر جنگ بر زنان چه بوده که بعد بتونیم صحبت کنیم که آیا میشه این رو تعمیم داد به تحریم یا نه. بله، با سلام به شما و بقیه شرکت کنندگانتون. به هر حال جنگ هم مثل تحریم به نظر من خیلی در مسئله جنسیت در اون تاثیر داره. یعنی زنان به خاطر زن بودنشون خیلی عوارض جنگ رو بیشتر متوجه میشن و به اصطلاح هدف خشونت قرار میگیرن. تحریم هم همینطور هست، به طوری که حالا شما اشاره کردین که تحریم یک نوع جنگ هست با نقل از آقای روحانی، ولی واقعیت این هست که تحریم اقتصادی هم برای زنان و مردان به طور یکسانی تجربه نمیشه. خانم مقیسی میبخش صحبتون رو قطع میکنم. من میخوام اول یه مقدار روشن‌تر صحبت کنیم. چرا میگید جنگ روی زنان تاثیر شگفت‌انگیزی داره، در حالی که ما مثلا میدونیم که مثلا در جنگ گذشته ایران و عراق ایران صدها هزار مرد داشت که اینها یا کشته شدند یا دچار آسیب‌های جسمی شدند کوتاه مدت و بسیارشون طولانی مدت. تا همین حالا زنان در این زمینه کمتر آسیب دیدن، زنان کمتری در جنگ کشته شدند و زنان کمتری آسیب‌های این چنینی دیدن. از چه نظر شما میگید تأثیر جنگ بر زنان شگفت‌تر هست؟ ببینید، یک تأثیرات مستقیم هست، یک تأثیرات غیر مستقیم هست. اولا مثلا توجه کنید که در حال حاضر در ایران گفته میشه که حدود بین 40 کشور ایران بالاترین تعداد زنان بیوه رو داره. این یکی از عللش همون جنگ ایران و عراق هست. از نظر دیگه مسئله خشونتی که علیه زنان اعمال میشه در تمام جنگ ها، این تمام بررسی ها اینو نشون میده. یه علتش این هست که زن و جنسیت زن، فرض کنین مثلا مسئله تجاوز به زنان یکی از ابزار جنگ هست. بنابراین زنان به یه نوع دیگری به جز کشته شدن در میدانهای جنگ عوارض جنگ رو متحمل میشن. از طرف دیگه مسئله کمبودها و فرض کنین ویرانی هایی که اتفاق میفته در تمام جنگ ها. خب این حتی اگر زنان در میدان جنگ حضور نداشته باشن، ولی به هر حال عوارض جنگ رو تحمل میکنن. وگرنه خب بله، از نظر این که مردان در جبهه هستن عمدتاً و در خط آتش قرار دارن، حرف شما درست است. مسئله تحریم ها هم همینطور است. اگر بخوایم که راجع به تحریم ها به طور مشخص صحبت بکنیم. بله بفرمایید. بله، و به همین جهت هست که مسئله، فرض کنین تحریم ها رو بعضی ها یک مسئله جنسیتی میدونن. چرا؟ برای اینکه عوارض تحریم این رو دیگه یک واقعیت انکارناپذیر هست که عمدتاً اقشار آسیب پذیر جامعه رو هدف قرار میده. فرض کنین که وقتی که صادرات یک کشوری از
صدور صادراتش محروم بشه، یعنی به این معنا هست که درآمدهای کشور کاهش پیدا میکنه، به خصوص برای کشورهایی که مثل ایران که متکی به درآمد نفت هست. نتیجه چی هست؟ نتیجه کمبودها هست، برای اینکه بر واردات هم این مسئله تاثیر میذاره. نتیجه این هست که فرض کنید سطح درآمد خانواده ها کاهش پیدا میکنه، کمبودهایی هست که به هر حال بر اقشار فرودست جامعه تاثیر بیشتر یا عمدتا تاثیر میذاره. و اگر توجه کنیم که زنها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و فرهنگی از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه هستن، به این دلیل هست که گفته میشه که تحریم میتونه یک مسئله جنسیتی قلمداد بشه. از چه نظر روی زنان تأثیر بیشتری میگذاره؟ شما فرمودید که به کمبودها اشاره کردید، به هر حال خانواده رو زنان معمولا اداره میکنن، وضعیت خانه و اینها. دقیقاً به غیر از اینها هم آیا نمود مشخصی داره که مثلا روی جنبش زنان تأثیر بذاره، روی حقوق اولیه زنان تأثیر بگذاره؟ خب ببینین، ما این رو باید بپذیریم که زنان اصولا حتی در شرایط عادی از موقعیت بسیار ضعیفی برخوردار هستن در مقایسه با مردان. الان مثلا به هر حال همونطور که خودتون اشاره کردین، زنها هستن که مسئولیت خانواده رو به عهده دارن، علاوه بر این که خب به هر حال در بخصوص در سالهای اخیر در بخشهای غیر رسمی دولتی زنانی که رانده شدن از امکان اشتغال دائم و برخورداری از امکانات رفاهی، به هر حال مجبورن به یک نوعی به تامین معاش خانواده کمک کنن، علاوه بر این که مسئولیت خانواده هم دارن، مسئولیت بچه ها رو دارن، در مواردی حتی مسئولیت خیشان سالمندشون رو دارن یا خیشان بیمارشون رو دارن. خب طبیعتاً این مسائل روی شرایط زنان در شرایط تحریم خیلی بیشتر فشار وارد. به هر حال الان ایران حدود 4 دهه هست که یا با تحریم مواجه یا با جنگ. آیا راهکاری دارن زنان ایران برای اینکه به نوعی با این وضعیت مقابله بکنن که کمتر آسیب ببینن؟ شما به عنوان کسی که در این زمینه کار کردین، آیا راهی به نظرتون میرسه؟ ببینید، اگر که دولتی وجود داشت در ایران که مسئله مسئولیت دفاع از حقوق زنان رو به عهده داشت و در حقیقت تشکل‌ها و سازمان‌های مستقل زن‌ها رو اجازه می‌داد که فعالیت داشته باشند در حمایت از زن‌ها، در دادن یک راهکارهایی به حکومت، همچنان که در تمام دنیا وجود داره. خیلی از تشکل‌های زنان در مسئله سیاست‌های رسمی دولت در حقیقت مشارکت دارن، ولی این در ایران وجود نداره. تشکل‌های زنان که اجازه فعالیت ندارن، فعالین زن که مورد تعقیب و زندان و دستگیری و شکنجه و غیره و غیره قرار می‌گیرن. در خارج از کشور من البته متاسفانه نتونستم تمام گفتگوهایی که قبل از من شما داشتین گوش بدم، فقط به قسمت آخرش رسیدم و مسئله استفاده از اینترنت، اینم یه مسئله هست. یعنی در خارج از کشور که اون تشکل‌ها به این معنی زیر ضرب هستند، در خارج از کشورم با اشاره به همون گفتگویی که قبلا داشتین باید بگم که من کاملا موافق هستم که یک گرایش متاسفانه الان در خارج از کشور شکل گرفته، به این معنی که اون مسئله به اصطلاح کنش فردی داره جای تشکل و همبستگی زنها رو میگیره، حتی ایجاد پراکندگی و نفاق میکنه. و این یک، البته به نظر من یک عقبکرد بسیار منفی هست. اینو بعضی از آقایون اول شروع کردن که به اصطلاح یک نوع رانت کنشگری رو گرفتن و متاسفانه الان این بعضی از زنها هم این کارو، یا الان نمیخوام اسمش جنبش بذارم، ولی بعضی حرکت هایی هم که در خارج از کشور میشه با تکیه به استفاده از اینترنت، اینو میخوان به اصطلاح به جای تشکل جمعی تبدیل بکنن به یک نوع رهبری توسط اینترنت و از اون بدتر
از اون بدتر مسئله این هست که متوجه نیستن که چنون بازیگران اصلی این سناریو با هدف مشخصی که هیچ ارتباطی به نقض حقوق بشر یا نقض حقوق زنان در ایران نداره سعی میکنن از این به اصطلاح حرکت‌ها یا از این افراد استفاده بکنن و رانت کنشگری رو تبدیل به یک حرفه میکنن در عقب. متشکرم از شما خانم مقیسه. وقت ما همینجا تموم میشه. من خیلی ممنونم که شما در این برنامه و در این صحبت شرکت کردید و برای ما توضیح دادید بحث تحریم‌ها و تأثیر اون روی زنان رو. ممنونم از شما و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه بودید. شب و روزتون خوش.